بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننده و شنونده برنامه اسلام و قرآن از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمعه شما بخیر باشه، امیدوارم خوش باشین و در هر گوشه و کناری که هستین خوشی ها از آن شما باشه. باز هم بیننده و شنونده برنامه اسلام و قرآن به گونه زنده و مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید هستید و تمنا میبرم تا یک ساعتی که در خدمت شما هستیم با ما باشین و از داشته های برنامه استفاده کنین. آقای دکتر مفتی محمد ولی حنیف استاد دانشگاه هستن با ما و در استودیو. حضور شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدید. تشکر، زنده باشید. شما با سلامت. دوست عزیز، پل های ارتباطی شما با ما، برای که شما میتونین سوال و نظریاتتان مطرح کنین، شماره تماسی که تا نیم ساعت اول برنامه در روی صفحه تلویزیونتان میبینین در خدمت شما هست 020-220-1093 و همچنان صفحه فیسبوک برنامه های اسلامی ما اسلام فاصله و فاصله قرآن به فارسی دری نوشته کنین، سوال و نظری داشتید بگذارین، انشاءالله میپرسیم. و همچنان شماره تماس واتساپ ما 0782-22-47-10. سوالاتی که در دسترس ما قرار گرفته در جریان هفته از جناب استاد میپرسیم و منتظر تماس های شما هستیم. زمانی که تماس شما را همکارا با ما وصل میکنن، کوشش کنین که صدای رادیو و تلویزیون تان را به طور کامل خاموش کنین، موقعیت خوبه پیش از پیش انتخاب کنین و جان سوال مطرح کنین، انتظار شنیدن آواز مبارکتان از تلویزیون و یا هم رادیو نداشته باشین. باز تکرار برنامه را ببینین، روز شنبه ساعت 5 تا 6 صبح اولین تکرارش و روز پنجشنبه ساعت 1 تا 2 پس از چاشت میشه اونجا آواز مبارک هم بشنوین. سوالاتی که پیش ما هست از جناب استاد میپرسم و شما هم تماس بگیرید به برنامه. خب جناب استاد، اولین سوال، یکی از دوستان در واتساپ پرسیده بودند که در دو درودی که ما در نماز میخوانیم، اللهم صلی و اللهم بارک، تنها نام دو پیامبر ذکر شده، علت چی هست؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا ما در رابطه با ای که در درود شریف داره چرا نام حضرت ابراهیم علیه السلام تخصیص شده، چند توجیه کردن. یک توجیه است که حضرت پیامبر اسلام وقتی که شب معراج رفتن در آسمان هفتم ملاقات با حضرت ابراهیم علیه السلام کردن، دوباره که توفیه پیمخ نماز خداوند کریم به پیامبر و اومد دادن، باز ابراهیم علیه السلام گفت به پیامبر اسلام که سلام مرا سر اومدت بکن. به این خاطر در نماز ما درود شریف میخوانیم با امو ابراهیم علیه السلام که ما درود سلام گفتن دوباره یاد از اونها بکنن. دیگه دلیلی هستن که پیغمبر اسلام از اولاده حضرت ابراهیم علیه السلام به او خاطر، و دیگه حب الانبیا، تمام انبیا به حساب از اون نسل ابراهیم علیه السلام بنان تخصیصشه. علما دیگه توجیهات هم کردن و اینمی توجیه مهمش که پیغمبر اسلام به ملت ابراهیمی بودن، به دین ابراهیمی، و خصوصا در شب معراج که رفتن ملاقات پیغمبر که با اونا سلام دادن، باز اونا گفت سلام به شما و بر امت. به او خاطر هم وقتی که یک کس سلام احترام متقابل بکنن لازم است که جانب مقابلم با او احترام بکنن. وجود شما سلامت، تشکر. در ادا کردن نماز جنازه چه فرقی میان زن و مرد وجود داره و همچنان صغیر و کبیر یا خرد و بزرگ؟ نماز جنازه فرض کفایی است بالای هر مسلمان. یکی از حقوق پنجگانه یا ششگانه یک مسلمان بالای دیگر مسلمان رفتن به نماز جنازه است و مردها باید برن. و وقتی که از یک قریه که نماز جنازه یک میت مسلمان وفات شد، یک تعدادی از مسلمان ها باید اشتراک بکنن، و وقتی که کسی حاضر بود فرض عین میشه، حتی تیمم اگر وضو نداشت باید تیمم بکنن اشتراک. جنازه مرد و زن هیچ در کلیات در شکلیاتش هیچ فرق نداره. در دعا بین مرد و زن هم اللهم اغفر لحیینا و میتنا و دعایی را که بر زن خونده میشه با مرد و طریقه عملیشی است که در 4 تکبیر است. تکبیر اول صلا خونده میشه سبحانک اللهم، تکبیر درود دوم درود شریف، تکبیر سوم دعا، و در تکبیر چهارم السلام علیکم گستاندن است. در بین صغیر و صغیره دعایش فرق نداره، تنها در ضمیر مذکر و مؤنث اللهم اجعله لنا فرتا، اللهم اجعله لنا فرتا، یک کدام مشکل خاطر. سلامت باشین، تشکر. اولین تماس امروز میگیریم. بله بفرمایید. بله. آواز ما داری؟ بله، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. صدای شما را دارم. ما خال محمد هستم، از فاریاب به تماس شدم. قربان شما. شما با سلامت. بفرمایید. بله.
سلامت باشین. تماس قطع شد. دوست عزیز، در اولین فرصتی که همکارا شما را با ما وصل میکنن، چون فرصتی را شما منتظر میمانین تا وقتی که همکارا تماس شما را میگیرن، من نمیشه که دیگه بی‌نزاکتی میشه گپ و سال قطع کنم و آنن تماس شما را جا بدم. ممکن کارتتان کم باشه، پس با دادن یک سلام مستقیم برین به طرف طرح سوالتان تا سوال مطرح شه. باز میشه که سلام علیکی و جورستی و بخیر بعد از گرفتن سوالتان ما داشته باشیم. اما به هر حال برادر ما از فریاب تماس گرفته بودن، خیر دوباره تماس بگیرید اگر تماس شما برقرار شد، ما در خدمت شما هستیم. برادری پرسیده بودن جناب استاد که در مورد ضعف حافظه چه باید کرد. بسیار گفتن از حافظه خود بسیار شکایت کردن که هر دعا و هر ذکری که برای من توصیه کردن من کردم انجام دادم، اما هم حافظه بسیار ضعیف است، نام زود بسیار فراموش میکنم و درس بسیار زود فراموش میکنم، چه باید کنم؟ اما پیش از اینکه شما پاسخ بگویین تماس بگیریم. بله بفرمایید. بله بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. بله سلام مدام. بله بله یواش شما را داریم، بفرمایید بفرمایید. بله یواش شما را داریم. من سوال شما مالی داشتم. همکارا همی داخل استودیو را کمی آواز صدایش بلند کنین. بله بفرما خواهر. بله آواز شما را داریم، بفرمایید خواهر جان. من میخواستم اگه سوال جناب مولای شد کنم که من یک سوال داشتم. خواه بفرمایین خواهر جان، بفرمایین وقت زیاد شد. من زیافت دم خانه من چند تا تیفلم دارم، مشاورم اگه مشافی دست میشنوین بفرمایین. خواه شوهر موی سفید است، به ایالت موی سفیدیش. من اما تو چشمش در سر زمان مردم است، اما تو مدت های وقت ایش در قصه همه خانم در دستکایش نیست، همه شمه چشم سر زمان مردم است که اما تو چشمجرانی سر زمان تشکر. مردم نیست. تشکر خوهر، تشکر. سوال شما را گرفتیم، اما با گذشت 3 دقیقه یک سوال کوتاه 30 ثانیه شما فرصت گرفت، پیسه شما هم به جای مصرف شد و فرصت صدها بیننده همچنان. کوشش کنید زود سوالتان طرف این خواهر گرامی که هم پول مصرف نشه و هم بتانیم ما چندین سوال بگیریم. سال قبلی که من مطرح کرده بودم بلافاصله امام شفیع صاحب رحمت الله علیه میگم من یک روز یکی از روزا شکایت کردم به استاد خودم از سوی حافظه خود. خواه از اونا مرا توصیه کردن که ترک المعاصی، گناه را ترک کن، در عوضش تقوا را انتخاب کن. انجام دادن اعمال صالحه سبب امی است که حافظیتان تقویه میشه. یک دیگه علما میگن تلاوت قرآن کریم در رشد و استعداد به حساب رول داره، مسواک زدن اینی احمالی است. ما دیگه سوره علم نشرح لک صدرک این زیاد تلاوت کردن، اینی وسایلی است که در بخاطر تقویت حافظه. و دیگه در رابطه با وسایل غذا، مسائل غذای خوده، چیزای مغزیات استفاده کردن، اونا هم رول کلیدی دارن. ولیکن چیز مهم ترک معاصی، انتخاب تقوا، تلاوت قرآن کریم، مسواک زدن، اینا رول کلیدی در تقویت استعداد دارن. و رفتن پیش یک دکتر معالج هم انشاءالله بله بله از خیلی بیبرنه نخواهد. بله. سلامت باشین. خب فکر میکنم تماس هم داریم، امکار تماس داریم یا ما بریم بس جواب سوال خواهر. خب تماس میگیریم، یک خواهر روی خط تلفن هست. فرشته خواهر، بله بفرما خواهر. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ببخشید یک سوال داشتم از مولوی صاحب. خب سوالتان؟ شوهرم که سنگی را در بسیار از سم خورده. خب بسیار زیاد عصبانیت بوده، قسم خورده، گفته که من که جانم مقابل در خانیم نبیه و در خانیش نمیرم. خب اینا شما همی سوال ما جواب بتیم چیتو چطو یکب شوه. خب شوهر شما قسم خورده که اگر من خانه فلان شخص برام زنم با 3 سنگ طلاق باشه، درست نمی قسم گفته؟ خانیم نبیه و در خانیم نبیه. بله خب سلامت خواهد. سلامت
امکارا همی تماس که زمان یک با ما وصل میکنین دوستان یک بار دیگه هم شما از طرف خود یک توصیه داشته باشین تا برن زودتر به طرح سوال خود. سوال قبلی خواهر جناب استاد، ببین از نقطه نظر شریعت به هر مرد مؤمن زن مسلمان لازم است که محکام شریعت پابند باشند در تمام عرصه‌های زندگی. قرآن کریم سپاره 18 سوره نور آیت 30 خداوند کریم میفرمه و قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم. به هر مرد مؤمن لازم است حفاظت چشم، حفاظت عفت و پاکدامنی خود حفظ بکنند، این برش بهتر است و پاکیزه‌تر است، از خیلی امراض اونا را اجتناب میکنند، محفوظ نگاه میکنند، به هم به مرد و هم به زن. و قل المؤمنات یغضن بنان به مجرد خوب فرض است، به کسایی که متأهل است خوب خیلی فرض عین است. خانم نکاح اسلامی شرعی دارین، باید در عفت و پاکدامنیتان حتی یک نظر فجعتن که با یک بار یک نظری که غیر اختیاری باشه او معاف است، اما نظر دوم به نامحرم چی مرد باشه چی زن باشه از نقطه نظر اسلام شریعت جرم است، باید اجتناب شود. حالی خانم چی کنه در حالت که خانم قرار داره که امری سفید از شوهرش؟ ببینید دیگه اول دعای هدایت بکن، خدا او را هدایت کنه، رفته به سر و کوس آمادگی آخرت بگیری. خب خب و دیگه خانمش امر بالمعروف نهی عن المنکر بکنه. دو سن سال که تو حیا نکنی، 40 سال عمر عزیز از گذشت، مزاج تو از حال تو دیگه، حالت شوهر خدا هدایت بکنه. سلامت. خب سوال خواهر جناب استاد، ببین آیات قرآن کریم است که مسئله ولا تجعلوا الله عرضه لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس. قسم خوردن در وقت ضرورت به خاطر تاکید کلام که جناب مقابل بلد. وقتی که ضرورت باشه یا در محکمش قاضی میان که البینه علی المدعی والیمین علی من انکر، در صورتی که شاهد بینه اسناد نداشی جانب مقابل میگه قسم بخوره در وقت ضرورت به خاطر تاکید کلام رواست. اما قسم های بی جایی که در هر مسئله ناچیز با حساب نام خدا را به عزت نسازیم. و دیگه یک دو مسئله که آمده، یکی مسئله صله رحمی است، ببین رفت آمد صله رحمی امر شرعی است. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، قطع صله رحمی حرام از گناه است. اینا رو در یک عملی را که وقتی قسم خوردین که با دوستای خود نمیریم، باید قسمتان رو بشکنانین کفاره قسم بدین. نه صورت جزئی چی بودن که ما در خانه از مسئله طلاق نبود بوده استاد گفتن خود دو صورت داره، دو صورت داره. اگر مسئله طلاق نباشه، مسئله قطع صله رحمی باشه، کفاره قسم خدا بتن قسم بشکنن و باید صله رحمی برن رفت آمد بکنن. کفاره قسم میکنن. در صورتی که طلاق باشه، مسئله طلاق قبلا چندین بار گفتیم، در حالت عصبانیت، در حالت غضب طلاق آیا واقع میشه یا نمیشه، فقها دو صورت گفتن. در صورتی که اگر همو غضبش در این مرحله باشه که عقل خود از دست داده باشه، نفهمه که من چی میگم، در اون صورت طلاقش واقع نمیشه. اما اگر در صورتی که عقلش نرمال است، میفهمن که من خانم خود را طلاق دادم، در اون صورت که وقتی که مشروط به شرط کرد، وقتی که در خانه از او رفت خانمش طلاق. پس بهتر است که نره دیگه جناب استاد، در این زن قیمت از این سلی رمی بکتره. تماس داریم. مرحبا خواهر، روی خط تلفن هست. بله فرما خواهر گرامی. بله سلام، بیاد خوش. سلام مادر، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بفرمایید. میخواستم که خاطر بگم، میخواستم خواب ما تعبیر بتر لطفا، خواب ما میخواستم تعبیر کنه برم. خب خدا کنه کوتاه باشه از او خواهی که دو سه ساعت در بر بگره. اگه ایره بگویم خب وقت برنامه کم است. بفرما مادر. نه خب خاطر این که میگم در روز است که مرا نامزد میزدن به او روز، میگم روزی است که به جای رقص پایکوبی میگم قرآن میخوانن، همون ساعتی که قرآن میخوانن، همون ساعتی که میگم در دست ما حلقه انگشتاتی میکنن، همون تماما مردمی که قرآن کریم میخوانن میگم سون ما دم میندازن. و پدرم که فکر کرده میگم پدرم هم سهن دارم، میگم مرا میگن که به جای شیرینی تو حلوا پخته که، میگم حلوا پخته میکنم دیگه، میگم امو علاقه انگشتری که در دست ما کردین، میگم باید در دست ما بسیار نور است، میگم امو علاقه انگشتر درست دیده نمیتنم. تشکر، سلامت باشین. خب با استاد پاسخ میگن، بفرمایید. ببینید در تعبیر خواب قبلا چندین بار گفتیم که سه نوع خواب است، یکی خواب رحمانی، نفسانی، شیطانی. خواب رحمانی معمولا از طرف صبح میباشه نزدیکای صبح، جزء 46 حسی نبوت است و یکی از رویای صالحه مبشرات صادقه، سلسله نبوت تکمیل است، ولیکن با اولیای کرام با دوستای خدا بعضی مبشرات می باشند. و تعبیرش هم علامه ابن سیرین یک کتاب زیبا نوشته کردن به عربی،
به دری و پشتو ترجمه شده. دوستان میتونن که اونو از اون کتاب کمک بخواین، هر چیزی را که خواب میبینن حرف اولش ببینن دو کلمه. ولیکن اگر خواهرم و به حساب حالت مجرد باشه، انشاءالله سعادت و نیکبختی و یک زندگی خوشبختی نصیبشان میشه. ولیکن تعبیر خواب در صحای سته باب مستقل داریم به نام تعبیر رویا. در اونجا مسئله شیر خواب ببینن، آب خواب ببینن، قرآن خواندن در وقت یا نماز خواندن، اما اعمال صالحه را که در زندگی خود انجام میتن، در خواب انجام بدن، آذان دادن، کلش علامه نیکبختی است. انسان تشویق میدن که در مورایی که مسیری که شما روان هستین، اما مسئول یک خواب دیگه هم چنان استاد با مزرد زیاد در فکر یک چیز که باشی او را خواب نفسانی میگه. او خواب نفسانی حال فرض کنین یک کس مجرد است، این فکر متعیل شدن هست با سبب وقتی که میخواهم تنها خواب پیغمبر حجت دلیل شده میتونه، خواب دیگر کس حجت دلیل شده میتونه. با که خواب میبینن به اهل علم کسایی که فهمیده است با اونا یک تعبیر درست بکنن، انشاءالله به خیرشان تمام میشه. سلامت باشین. بیننده و شنونده برنامه اسلام و قرآن با گونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید هستید و شماره تماس واتساپ ما همچنان در خدمت شما هست، 0782-22-47-10 و صفحه فیسبوک ما همچنان اسلام فاصله و فاصله قرآن. سوالی که دارین بگذارید، ما در خدمت شما هستیم انشاءالله و با سوالتان پاسخ داده میشه. خب یک سوال مطرح کنم از صفحه اسلام و قرآن. خانمی اگر در عادت ماهوار باشد و ای با دستکش قرآن کریم لمس کنه، از نظر شریعت جواز داره نداره چی بینه؟ اصل شریعی است که در قرآن کریم سپاری 27 سوره واقعه لا یمسه الا المطهرون. قرآن از جمله شعائر دین است، تعظیمش فرض است، احترامش. بدون طهارت داشتن برای باید دست لمس نکنید. بی وضوئی یا جنابت حرام است، ناروا است. و پیغمبر نازنین اسلام در یک حدیث میگن شخصی که به حساب حایض یا نفاس باشن، در حالت جنوب باشن، باید به قرآن دست نزنن و تلاوت نکنن. این اصل شرعی است. اما در وقت ضرورت که یک جای قرآن به جای مانده است، شما یک شخصی به حساب حالت جنابت داشته باشه یا در حالت حایضه و نفاسه باشه، با وقت ضرورت قرآن از یک جای دیگه جای میمونن. اگر غلاف پوش داشته باشه قرآن کریم یا خود دستکش، کدام اشکال نداره. سلامت. خب یک تماس روی خط هست، در گفتگوی شما هم انشاءالله سوالی مدارم، تماس بگیریم باز با جناب استاد. بله فرما برادر محمد یوسف جان. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. خیرتی شما به سلامت. بفرمایید. ما یک سوال داشتم از مولوی صاحب خاطر می نماز تهجد. همین نماز تهجد برای ما چیز کنه بابای که در رکوش چند نفر سبحان رب العظیم گفته میشه، در سجده چند نفر سبحان رب العلا گفته میشه و چی خوانده میشه برای متشدد در نماز تهجد؟ درست منظورتان صلات تسبیح خونه است؟ صلات تسبیح رو میگید تهجد رو میگید؟ دو سوال نیم، یک تیچه پاسخ میگیم. صلات تسبیح رو در جمعه گذشته انشاءالله تهجد رو میگید؟ تهجد رو میگیم بچشم. جناب استاد در مورد مثلا قرآن کریم در موبایل هست، یه فرض کنین قرآن کریم در موبایل هست، اگر در حالت شما ذکر کردین مثلا آدم ناپاک می باشد، دست زدن به این چگونه یا حتی در صفحهش مثلا تا بالا میکنید؟ در کتاب مسائل تکنولوژی معاصر و شکل تفصیلی موضوع را بحث کردیم که قرآن کریم دیجیتالی عینا حکم قرآن اصلی را نداره. خب یعنی لمس کردن و دیدنش کدام اشکال نداره، تلاوتش گوش گرفتن هم اشکال نداره، تنها خواندن به حساب در حالت جنابت جواز نداره. اما یک خواهری که به حساب معلمه مدرس هستند یکی از مدارس اسلامی، اونا رو باز فقهای مالکی و در فقه احناف هم یک جزی هست، اگر مدرس باشه کلمه کلمه حرف حرف شاگرده خود درس بدن و شرطی که در قرآن لمس نکنن به حساب اشکال نداره. شما به سلامت. خب سوال محمد یوسف نماز تهجد ببینین، پیغمبر نازنین اسلام عادت داشتن که هر شب 11 رکعت نماز بخوان. در بخاری شریف از بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است که 8 رکعت نماز تهجد بخوان و 3 رکعت وتر واجبه، 4 رکعت یا 2 رکعت نیت میکردن. بالای پیغمبر اسلام فرض بود و بالای امت اسلامی سنت است. یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او زد عليه ورتل القران تتلا. نماز تهجدی است که نماز خفتن خواندین، یک چند ساعت استراحت کنین، در ثلث اخیر شب به حساب انسان از خواب میخیزن نماز میخوانن، بهترین نماز هاست بعد از نماز های فرض. و در تسبیحاتش یک در نماز فرض که انسان امام میباشه، اونجا فقها میگن که از 3 بار اضافه تسبیح گرفتن جواز نداره، به خاطر که حرج و مشکلات با دیگه نماز گذارن.
اما در نماز تهجد، در نماز نفلی هر عددی را که میتونین خواندن میتونین، به شرطی که تاق باشه، پنج باشه، سه باشه، هفت باشه، یازده باشه، نه باشه، میتونین که بخوانین، اونجا آزاد است. شما به سلامت. خب یک سوال امیل از مسنجر فیسبوک میگیریم. جناب استاد، یک فیسبوک هست شیر صداقت، اول سلام گفتن برای شما، تشکر از شما. خب استاد پرسیدن که کسی با ما روبرو شد و گفت که رفتن دختر خانما به مکتب اصل شرعی نداره و اگر داره دلیلی بگوین. این برادر دلیل خواسته از شما بفرمایید. ببینین، دین اسلام دین علم است. اولین کلمه وحی بالای پیغمبر اسلام اقرا نازل شده. این پیام ازی است که دین اسلام دل علم و کتابت و خواندن است. و پیروان اسلام مرد و زن تشکیل میدن، هم زنان به حساب، بنان تعلیم حق دینی شرعی مدنی هر فرد مسلمان است، چی مرد باشه چی زن باشه. ببینن در قاعده فقهی است، مال یتیم الواجب و الا به فهو واجب و اقیم الصلاه. خدا گفته نماز بخونن، نماز فرض است، علمش هم فرض است. ابی خواهر در کجا علم نماز یاد بگیرن؟ باز ببین دلیل دیگه چی است که بیبی حفصه روایت میکنه در صحیح بخاری شریف، خانمای مسلمان ها آمدن به پیغمبر اسلام، شما و صحابه کرام اصحاب صفه هر روز اونا رو درس و تدریس قرآن و سنت درس میتین، یکی از روزا رو برای ما تعیین کنین که خواهرای مسلمان بین شما درس بتین. پیغمبر اسلام در هفته یک روز به خواهرها به حساب در وقت خود روزه تعیین کردن درس. و در تاریخ اسلام ببین بی بی عایشه صدیقه 2210 حدیث در کجا یاد گرفته بود؟ بی بی حفصه، میمونه، خدیجه خیلی چیده، ولیکن دین ولیکن تعلیم بکنن با چوکات در محدوده اسلامی، حجاب شرعی، نظام مختلط نباشه، مدارسشان تنات طبقه ایناس باشه، مکاتبشان اصل دینیم داره، اصل شرعی داره. دین اسلام دین علم است، اونا هم به دین ضرورت داره، خود را همون شرایط را که علما قربان شما. شما به سلامت. سوالی داریم که یکی از بیننده ها پرسیدن که آیا در عالم برزخ مرده ها همدیگر ملاقات کرده میتونن؟ یعنی ببینن پنج عالم است، یکی عالم ارواح، عالم بطن مادر، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. هر عالم هر دنیا از خود کیفیت و طبیعت و حالت خاص داره. یک دنیا را با دیگر دنیا به حساب تشبیه کردن جواز نداره. عالم برزخ یک عالم زندگی مخصوص است که حق از عذاب قبر یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. اما ملاقات کردن در روایت صحیح نمده. در عالم آخرت آمده که در جنت، جنتی ها در هر جمعه دید و بازدید دارند. ولی که آیا مردگان میشنون یا نمیشنن، در اینجا فقها ها محدثین سه نظر داره. بی بی عایشه صدیقه میگن مرده ها نمیشنن، عبدالله بن عمر میگن میشنن، بعض علما میگن اگر خدا بخواه مردم میشنم، اگر خدا نخواهیم. وجود شما با سلامت. آخرین تماس امروز میگیریم، بعدش جواب جناب استاد. بله بفرمایید. بله بفرما خواهر. بله مولای سر احوال داشتم، مریم از بلخوری هستم. خواه بفرمایید خواهر جان. مولای سر همه کسی که مش داره از خود خود مرد خانه، خواه از اولاد خو و از زن خو پود کمی مصرف کنه، مصرف کنه اگر زن شکر روگه کنید بچی مصرف کنید و خوب کنیم تو خودم پولم دلم بنا خودت مرد است برو پیدا کن مگر خودت خرج کن. آیا همی درست هسته؟ شما پاس بسیار کوتاه جناب استاد بفرمایید. ببین از نقطه نظر شریعت مسئله نفقه، نفقه زوجه، اولادش، تمام مصارف اهل بیتش بالای شوهر است. اساس آیت قرآن کریم آیت 233 سوره بقره، و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. او مردی که مرد باشه تمام حقوق شرعی زنه، چی حقوق مالی باشه حقوق غیر مالی باشه متعهد است، سرش فرض است که باید تامین بکنن. مصارف زوجه را مسئله نفقهش باشه، سکنا، تداوی، علاجش سر زوج فرض است وقتی که زنده باشه. وقتی که خانمش میگه پیسه بده، او میگه برو خودت کمایی بگو، این دیگه کمال نامردی است. نامردی و بی‌غیرتی. بی‌غیرتی است از لحاظ شرعی به حساب لیون فیق دو ساعت میسه. سلامت وجود شما با سلامت. تشکر. به پایانی بخش خود رسیدیم. صفحه فیسبوک ما را فراموش نکنین. اسلام فاصله و فاصله قرآن. میان برنامه کوتاه، بعدش نشر از آن با افق شهر کابل و باز هم ادامه برنامه اسلام قرآن. خوش آمدین. ادامه اسلام قرآن را به گونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بینده هستید. کینه و حسد و معالجه آن در پرتو قرآن و سنت موضوع بخش دوم ما هست. امیدوار هستم که با دقت تمام این مورد همه دنبال کنیم، چون کینه و حسد در همه ما هست و
یک غریزه هست میشه گفت در وجود ما، ای باید کنترل شوه و مدیریت شوه. وقتی که در ارتباط با موضوع انتخاب شده 108 تا 112 سوره بقره جزء اول هست، جناب استاد آیات مبارکه تلاوت کنن، بعدش انشاءالله سوالاتی در راستای موضوع هست میپرسیم و تمنا میبریم که با دقت تمام باشین و ببینین و دنبال کنیم و همه در راستای عمل تلاش کنیم. بفرمایید استاد گرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. سپاس، شکران، تشکر از شما. دوستان عزیز، یک مقدار استاد هم دم راست کنن. چند نظریه دوستان در فیسبوک مطرح کردن. عبدالوهاب نظری گفتن که بحث تعصب بسیار زیاد شده، در این مورد شما موضوع بگیرین. خوشبختانه ما چندین بار در چندین برنامه اسلام و قرآن و در چندین برنامه آیت عشق روی این مورد بحث کردیم. امیدوار هستیم که در راستای عمل تلاش شما بیشتر شوه. و همچنان یک خواهر هدیه سروری در صفحه اسلام اقران سوالی مطرح کردن که انشاءالله هفته بعد به سوالشان پاسخ گفته میشه. و مهمتر از همه محمد داود عزیزی در مورد مهتاب گرفتگی امشب سوال مطرح کردن که انشاءالله در لابلای برنامه در یادداشت های قبلی ما هم بود، از جناب استاد در ختم این برنامه انشاءالله ایراد مطرح میکنیم که بدانیم که ما مهتاب گرفتگی چی است از منظر اسلام و چی باید کرد. با این دیدگاه هم انشاءالله در ختم برنامه در خدمت شما هستیم. و اکنون معالجه کینه و حسد در پرتو قرآن و سنت موضوع بحث ما هست. سبب نزول چند آیاتی را خواندیم چی هست؟ مفسرین کرام میگن یکی از روزا یک شخص یهودی از روی عناد و حسد آمد پیش پیغمبر اسلام پرسیدن صلی الله علیه که ما عقیده داریم که تورات بالای حضرت موسی علیه السلام یک بار نازل شده، اگر شما پیغمبر هستین همی قرآن یک بار بیارین به شما که ما با پیغمبریتان چه بکنیم عقیده داشته باشیم. و از این آیت نازل شد که از این سوال های بی جای شما اجتناب بکنید. بعض مسلمان های ضعیف هم این سوال هایی را کردن. با آیت نازل شد که مثل موسی علیه السلام واره پیروانشان که سوال های بی جا می کردن، شما حق ندارین سوال های بی جایی به حساب از پیغمبرتان بکنین. چیزی را که پیغمبر و شریعت قرآن دیام حکمت است که قرآن یک بار چرا نازل شد. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ایک دفعه نازل نشد، بخود در 23 سال در زندگی مکی مدنی ای از خود حکمت و فلسفه داشت به حساب. امی آیت باز نازل شد. شما با سلامت. ترجمه و تفسیر آیت مبارک چیست؟ در آیت اول خداوند کریم ببینید در کل مسئله حسد و کینه را تعریفش را ذکر میکنن، اسبابش، راه‌های علاجش و چیگونه خود حسد یک عمل گناه کبیر است. عمل اوصاف یکی از اوصاف منافقین است. مسلمان حسد نمی کنه. و کسایی که حسد کردن ازرار دنیوی و اخرویشه، داستان ابلیس، قابیل، برادران یوسف، سرنوشتشون چیگونه قرار کرد؟ با مزد جنوب ساد، کینه و حسد خواهد هم فرق دارن؟ ببینن حسد به عربی میگن کینه، به دری میگن حسد و کینه. باز با بخل به حساب تفاوت داره، انشاءالله بحث میکنیم. هم تریدونه آیا شما مسلمانان
می خواهید ان تسلو رسولکم که سوال کنین از رسول خود یعنی از پیغمبر کما سئل موسی من قبل همان گونه که سوال شده بود موسی علیه السلام پیش از این با موسی علیه السلام امتیش میگفت که خدا را ما را علنی نشان بده بله سوالای بی جای و من یتبدل الکفر بالایمان و هر کسی که بگیرد کفر در عوض ایمان به عوض ایمان کفر امور اعمال را که سبب کفر میشه شما انجام بتین را انتخاب بکنین فقط دل سوا سبیل در او حالت شما گم شده از رای راست یعنی شما از رای صراط مستقیم گمراه شدین بنان چیزی که شریعت پیغمبرتان میگه به او عمل بکنین در آیت دوم قبایح و اوصاف یهودا را که خبس باطنی شان کنها حسد و کینه و بخل و عداوت فطری دارن با مسلمان ها با امت اسلامی بیان میکنن و ده کثیر من اهل کتاب عیده از اهل کتاب بدل میخواین که شما را پس از مسلمان شدن کافر بگردانن اونا به حساب امو ایناد را حسادت را که دارن من عند انفسهم اما خباست باطنی که علیه اسلام و امت اسلامی دارن من بعد ما تبین لهم الحق بعد از آن که ظاهر شد برای آنها حق دین حقانیت اسلام حقانیت پیغمبر اسلام و پیش از اینکه پیغمبر اسلام بیاید اونها خواست داشتن که ای کاش که پیغمبر می آمدن و یستفتحون علی الذین کفر وقتی که پیغمبر آمدن اونا باز چه از روی حسد و کینه که چرا در قوم مای پیغمبر نمد در عرب آمدن باز خدا میان که فعفو و اصفه و شما عفو بکنین در گذر بفرمایید و افسح و با فکر خود نیاورید اینید به او از او اعراض بکنین با یهودا که یگان سبب آزار و اذیتتان میشه حتی یاتی الله به امره تا این که بفرستد خدا حکم را یا مسئله حکم جهاد اعلان شه یا مسئله اصول دعوت است که خدا شما را غالب بسازه بح. یا اونها را توفیق ایمان آوردن بدن ان الله علی کل شیء قدیر خداوند کریم بر هر چیز قادر است در آیت سوم علاج حسد و کینه اگر میخواین حسد و کینه را به حساب دوری بکنین بین مفرایز دینی تان به شکل درست نماز بهترین نسخه است از فحشا و منکر و حسد امراض معنوی شما را اجتناب بکنه و اقیم الصلاه و قائم کنین نماز را و آت زکات و ادا کنین زکات زکات یک در عمل حسد و بخل خیلی تاثیر زیاد داره و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله و آنچه را که شما پیش مفرستید برای خود از نیکی میابید آن را نزد خدا چه مال تمام اعمال صالح را که انجام میتین در آخرت ذریع آخرت ما مکافات برتان خدا داده میشه اجر و پاداشش در نزد خدا برتان هستک ان الله بما تعملون بصیر بشک خدا با آنچه که شما عمل میکنین بیناست در آیت بعدی یهودا نصارا میگفتن که وقتی که یک کسی که حسود باشه حساد تسکی نفس خود زیاد میکنه و هست و نیست مستم جانب مقابل تحقیر و توهین میکنن باز یهود و نصارا میگفتن که جنت از ماست اکثر سیاست مداره فیریه میکنه بله بله و قالو لن یدخل الجنت و میگوین هرگز جنت نمیرن کسی که اما پالیسی و استراتیجی و خط شما را تعقیب بکنه اینمی رای کامیابیست خدا میگنی الا من کان هود و نصارا اونا میگفت کسی که یهودی و نصرانی باشه به می پالیسی و تنظیم و احزاب سیاسی ما باشه اونمو برحق است خدا میگه تلک امانی و همی گپای دلشان است آرزوهای باطلشان است بی دلیل پیغمبر نازنین اسلام میگه قل بگو هاتو برهانکم کدام دلیل دارین در این مدعیتان این کنتم صادقین اگر صادق هستین بیان پیشکش کنین باز در آخر قاعده عمومی قاعده اصلی را بیان میکنن مسلمان نژادی یهود و نصرانی نژادی یه ارزش نداره ارزش که داره ایمان شرعی و اعمال صالح مطابق قرآن و حدیث بین اسلام واقعی را که دین جهانی است دین جهان شمول است یهودیت عیسویت در وقت خود یک دین بود ولیکن با آمدن اسلام او منسوخ شد این حال راه نجات بین الیهود پیروان یهود و نصارا راه نجاتتان در اسلام است بلا من اسلمه هر کسی که خود را تابع گشتان یعنی تسلیم اسلام شد منقاد شد به اوامر خدا وجهه لله به حساب ببین که ایمان شرعی آورد توحید قبول کرد و هو محسن و اعمال صالحه کرد مطابق قرآن و سنت فله اجره عند ربه پس او را ثواب از دنز پروردگارش راه نجات راه اسلام است هر کسی که به خدا ایمان شرعی بیاره و اعمال صالحه بکنن در تمام امورات زندگی خود قرآن و حدیث حکم قرار بدن قانون اساسی خود قرار بدن اونا کامیاب هستن ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون و نه ترسی دارن و نه غمگین میشن مسلمان واقعی در دنیا هم هدایت و در آخرت هم سعادت دیدار خدا بهشت برین نصیب شد قربان شما شما سلامت باشین دوست عزیز یک میان برنامه کوتاه و باز هم در خدمت خوش آمدین ادامه اسلام قرآن را به گونه زنده و مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بینده هستید کینه و حسد و معالجه ای دو مورد با
در پرتبه قرآن و سنت موضوع این مقدی ما هست و طبعا نمیبرم تا ختم برنامه با ما باشین و از داشته های برنامه استفاده برین و سپاس شکران دارم که تا ایدم با ما هستین. اگر برنامه را به صورت زنده میبینین و یا هم تکرار برنامه را و یا در صفحه فیسبوک. خب جام ساد، کلمه حسد با غبطه فرقی داره یا نداره؟ چی کنه جام ساد؟ علما میگوین نظر بر روایت اسلامی با حدیث شریف کینه یا حسد چیز زوال نعمت غیر. خدا یک مسلمان یک نعمت داده، یک خوشحالی داره، تو را نمیخوای که باید چرا داشته باشه. او را میخوای که از او زایل شه. و غبطه چی هستن؟ که یک انسان مسلمان یک خدا او را نعمت داده، دیگه مسلمان او را میبینن میگه خدای از نعمت از اون خیر و برکت بده، خو از خدا میخوای که مر از او کده خوبتر بده. غبطه جواز دارد، غبطه یک عملی است که مسلمان انجام میده. ولیکن حسد یکی از اوصاف منافقین است. حسد در حقیقت جنگ با خداست. چرا او داره؟ بسیار خوب. اینا با مثلا جناب استاد، کینه تو یک موردی نیست که مثلا خدایی با یک کس مثلا محبت نداری و در موردش بدبین هستی، اما نه در مورد مالش، جایگاهش، موقفش، فقط فطرتا خودش خوشت نمیاد. ببینید جناب سیرس، ما وقتی که عقیده، هدف، خلقت ما، شریعت ما یکی باشه، باید من احب لله و ابغض لله و من علی الله. درست جناب استاد، یعنی منظور می است که با هدفی است که حسد خاطری است که شما مثلا دانش دارین، کسی دانش نداره و با شما حسد میخوره که چرا مثلا مفتی صاحب دانش داره چرا من ندارم. این حسد. اما کینه فطرتا یک کس دوست نداره، خوش نداره و نسبت به او شخص بدبین هست. نه، اینا له باز دست اسلامی است که همو بدبینی هم مادی و معنی باید نداشته باشه. چی نعمت بگه داره یا به حساب او را. هر مسلمانی که هدف خلقت ما عقیده شریعت پیرو یک دین هستیم، باید محبت به یکی دیگه داشته باش در چوکات شریعت. سلامت. خب پس علت چی است که بعضی ها نسبت به بعضی ها حسد می داشته؟ علما میگن اسباب حسد و کینه چند چیز است. اول ضعف عقیده و ایمان. تو به این آیت اول عمل نداری و تعیز و منتشا و تزل منتشا، عزت و ذلت به دست خداست. ضعف عقیده و ایمان. اگر ما به این عقیده داشته باشیم که عزت و ذلت به دست خداست، اگه هیچ مشکلی پیدا نمیشه. باید این ضعف عقیده یک. دوم بغض عداوت پیروی نفس اماره بیسو. سوم فوقیت طلبی، از دیگران میخواین که خودت توافق فوقیت و دیگر از دیگران میخواین که خدمت شما را بکنن. غرور و تکبر، از شریعت عدول کردن، دیگران را تحقیر کردن. عجب، بخل، یک مالی را که داری سر خود مصرف نمیکنی. بله. شح یا شحی، در مال دیگران بخیلی میکنین. دیگه اندیشه فوت مقاصد، یک مقصدی که داری اغراض دنیوی، تو نمیخوای اگر جالب و مقابل بیاد امی تیم ما، امی جایگاه ما زیر سوال قرار میدن. دیگه حب جا و ریاست، دنیا طلبی. و آخری خواست نفس. نفس پلید است، حاصلشان پلید که حسادت است. این اعمالی است خود در کل ضعف عقیده و ایمان. وقتی که عقیده انسان ناسالم باشه، ضعیف باشه، ایمانش توکل به خدا نکرده باشه و این را عقیده نداشته باشه که عزت و ذلت همه چیز به دست خداست، اینمی اسبابی است که بازی یک عملی است، عمل نفاق، از اوصاف منافقین، عمل گناهی کبیر است که سرنوشت قابل و حابیل ببینه که حسد کردن. و اولین گناهی است که در آسمان زمین شده می حسد است. سوره قل اعوذ برب الفلق، ببینید من شر ما خلق و من شر حاسد اذا حسد. پیغمبر خدا گفته که از شر حاسد شما پناه بخواید. سخت گناهی کبیر است. در آسمان ابلیس به آدم علیه السلام حسد کرد، سجده نکرد، سرنوشتش چی شد؟ توق لعنت. در دنیا قابل حسادت کرد، سرنوشتش قاتل، ظالم. هر کسی که قتل میکنه فی صدی قتل جزایش در با قابل میرسه. برادران یوسف علیه السلام که حسادت کردن، ببینین که همون ندامت و پیشیمونی در آخر قصهش خونه بیان است در قرآن کریم. بنابراین حسد گناهی کبیره، یک عمل نفاق است، باید یک مرض است. این مرض است، باید اعلام. چه ضررهایی را در پی خواهد داشت؟ ضررهایی است که اول خود مرتکب گناهی کبیره میشه. محو حسنات. پیغمبر نازنین اسلام در یک حدیث میگن که حسد گناه اعمال صالحتان، اعمال صالحتان میخوره، از بین میبره. مثل که آتش به حساب خس و خاشاک از خاک به خاک سر تبدیل میکنه. و دیگر مسئله قطع صله رحمی، باعث قطع صله رحمی میشه. انسان حاسد همیشه در غم و اندوه میباشه. چرا ای داره، چرا نداره، همیشه می تکلیف داره. و با فیصله خدا قناعت نکردن، او را خدا داده. و دیگه عمل نفاق است. و پیغمبر نازنین اسلام میگه که شما حسد نکنین، بغض عداوت نکنین و باشین در میان یک دیگر به حساب برادر باشین. برادر یک دیگر. مسلمان باید آینی یک دیگر باشه. عوض حسد شما سخاوت و جود و همدیگر پذیری را در خود بیارین.
حسادت نکنین، هم دیگر پذیری، احترام متقابل، با مو احترام با بزرگا، کسی را که خدا علم داده، حسد نکنین، غبطه بکنین، خدا در علم از وان برکت بده، خدا از او کده ما را خوب تر بده. بله. این جواست. وجود شما بسلامت. بیننده و شنونده برنامه اسلام اخوان با گونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده هستید. همچنان که شما شاهد حرفهای جناب استاد بودین، کینه و حسد و راه معالجه آن در پرتو قرآن و سنت موضوع این مقطعی ما هست. تمنا میبریم باشیم و تلاش کنیم در راستای عمل، مخصوصا هستیم الا بعضی ها حد اکثر ما حسد نداره و الحمدلله ما قسمان ما با این دید باور هستم که ما میگیم کینه با حسد یک مقدار متفاوت هست، چون ما با حسد با هیچ کس ندارم. ما بعضی ها زدن جناب استاد که میگه فطرتا سر آدم خوش نمیخوره دیگه. ببینید جناب استاد، روایت قرآن کریم است: والذین آمنوا اشد حبا لله، من احب لله و ابغض لله و منع لله و اعطا لله فقد استکمل لله. محبت و دوستی ما، دشمنی ما، کسی را کمک میکنیم، کسی را نمیکنیم به خاطر خدا. میشک. این علامه ایمان است. کسی که دوست خداست با او دوستی بکن. که کسی که پیرو شریعت است با او دوستی بکن. ولو که بیگانه است، ولیکن در مسائل عقیده، مسائل ایدئولوژی با شما شریک است. و هم کلمه میخونه تا هم کلمه میخونه. بنان مسلمان ایواز حسد، غبطه، سخاوت، جود، احترام متقابل، همدیگری پذیری، همدیگر پذیری و قضا و قدر خدا عقیده داشته باشه، اینا را عقیده داشته باشه، در اون وقت راضی کام میشه. قربان شما. پس راه بیرون رفت از این مرض مهلک در چی است جناب استاد؟ ام از منظر قرآن نادرست، حتی در جمله گناهان کبیره که بعضی گناه است جناب استاد، طور مثال که این باز کوچکترین لذتی هم نداره. بله. با یک کس حسد میخوره، طور مثال فردی کوچکترین لذتی هم نداره، اما گناه بسیار بزرگ. یکی از علمای مشهور علمای دیوبند حکیم الامت اشرف علی طهانوی صاحب خیلی زیبا در اینجا فرمودن که راه های علاج حسد چی است. امام غزالی صاحب در احیای علوم هم ذکر کردن. میگه کسی که میفهمین که اونا که شما حسود است یا شما حسادت میکنین، خود حاسد هم کسی که حسد میکنن، محسود بالای کسی که با همراه کسی که حسد میشه. شما اونا ما را چی بکنین؟ اگر چی میگی دوا تلخ است، واسه که از حلقوم پایین شه باز میگه مفید تمام میشه. که هر کسی که حسادت دارین، اول او را در دعاهای روزمریتان شریک بسازین. یک راه راج اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. دعا را مفرد ذکر نکنید، اللهم اغفر لی. بعض علما میگه خدا تنها مرا ببخشه. مقتدی بی نمازشون به حساب بی سوادش میگه آمین. آمین. دعا به صیغه جمع باشه. همه گیره. دوم، امو کسی را که رو حسد داری در دعا شریک کن. چقدر خوب. دوم، با هدیه و تحفه برش هدیه و تحفه روان کن. و سوم، او را دعوت کنن یگان روز مهمانی در خانه یا خانیش برو. و سوم، ذکر خیرش در هر مجلس عوض حسد و غیبت ذکر خیرش برو کنی. و در وقتی که سفر میرن دید و بازدید بکنین از سفر میرن. اما نفس شیطانی، نفس اماره بیسو، چیزایی را که شما را به حساب اغوا میکنن سر از او پا بگذار مطابق شریعت. این راه های عملی علاج حسد است مطابق شریعت. اشرف علی طهانوی صاحب نظر باید قرآن حدیث سل من قطع اگه کسی که خانت نمیه تو برو و عفو عن من ظلمک، او که سرت ظلم میکنه تو عفو بکن. اما اسلام دین است که جناب استاد میگه نه ظالم باش نه مظلوم. باز یک مورد دیگه هم هست جناب استاد در کنارش، تر مثال یک آدم متکبر است، مغرور هست، اگر دنبال خانه یزی پشت خانه یزی یک روز رفتی روز دوم تو فکر میکنی خلق خوش خلق را شکار کند، الگو نمونه باشه. خلق هست، بعضی خلق هایی هست که باز خوی حیوانیت داره. جناب استاد اصول دعوت پیغمبر نازنین اسلام هم همسایش که یهودی بود سبب آزار و اذیتش، ولیکن از سبب اخلاق نیکوی پیغمبر در آخر عمر مسلمان شد. یعنی ما مسلمان ها باید علاج را اما امراض معنوی را توسط اعمال صالحه و اخلاق نیکو. قربان شما. اگر فرصت باقی مان به مورد به موضوع امروز برمیگردیم، ولی چند سوالی که بسیار جدی هست این مطرح میکنیم. شایعاتی وجود داره و خبرهایی وجود داره که امشب شبی است که به مدت طولانی مهتاب گرفته میشه. کوتاه در مورد مهتاب گرفتگی بگوین یک، و در کنارش در مهتاب گرفتگی چه باید کنیم دو. و در این یک سوال مطرح میکنم، یک برادر پرسیده بودن که اگر خانم حمل میداشته باشه، اگر ای به وجود خود دست میزنه در هر قسمت طفل که تماس میکنه دستش، این زمانی که طفل تولد میشه اما قسمت
سرخگونه می باشه. کوتاه چون فرصت من دکه است. در نقطه نظر شریعت ببینیم در فقه اسلامی دو اصطلاح داریم، کسوف و خسوف. کسوف آفتاب گرفتگی کوتاه جون فرصت فرصت و خسوف مهتاب گرفتگی. در نقطه نظر شریعت وقتی که آفتاب گرفته شد، اصل شریعه است که امام نماز جمعه همه مردم در نماز ایدگاه جمع میکنن دو رکعت نماز و در مورد مهتاب گرفتگی و در مهتاب گرفتگی در خانه هایتان نماز بخونین، استغفار بکنین از طریق مسئله لاسپیکر و دیگه سبب آزار اذیت دیگران نشین و یکی از دلایل قدرت خداست که به بندگان شام میدن. سابق پیش از زمان جاهلیت یک بودن که وقتی کسوف و خسوف میگفتن شاید امی روز یک نفر مهم وفات شه یا پیدا شه، پیغمبر گفت را رد کردی که خلاف شریعت هستن و یکی از دلایل قدرت خداست، شما را متوجه اعمالتان میسازه. و این عملی را که یک خانم وقتی که باردار باشه دست بزنه عقیده خلاف شریعت است. کدام اصل شریعت در از نظر طبی چگونه است؟ از نظر طبی به حساب از نظر طبی کدام اصل نداره. ببین یک از دلایل قدرت خداست که بنده ها را متوجه اعمالش کمی آفتاب و مهتاب یک نعمت بزرگ است. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا للشمس ينبغي لا نظام الشمس. ببینید چقدر شما سلامت ولیکن علم ستاره شناسی در حد اعتبار داره ولیکن علم یقین افاده نمیکنه. وجود شما به سلامت استفاده ها کردیم، خداوند شما را به سلامت داشته باشه. به پایان برنامه امروزی خود رسیدیم. متشکرم از شما همچنان و تمام دوستایی که از ما دعای خیر خواستن. ما دعا میکنم جناب استاد آمین بگن چون اینا متقی‌تر و پرهیزگارتر هستن. خداوند همه را به آرزوهایشان برسانه. این موردی است که صدها نفر از ما خواهش کرده بودن. تا دیدار بعد شما را به خداوند یک تمنات میکنم. صفحه فیسبوک ما را فراموش نکنین. اسلام فاصله و فاصله قرآن. الله نگهدار شما.